بهترین شیوه های یادگیری زبان انگلیسی. یادگیری زبان انگلیسی به دو شاخه تقسیم می شود: ورودی اینپوت و خروجی آوتپوت. ورودی شامل خواندن و گوش کردن می شود، در حالی که خروجی شامل نوشتن و صحبت کردن است. واضح است برای داشتن خروجی خوب باید ورودی خوب داشت. به یک کودک نگاه کنید که چگونه قبل از تکلم خوب گوش می کند و دیگران را زیر نظر می گیرد. ما بزرگ سالان همچون کودکان نباید منتظر باشیم که قدرت تکلم را کسب کنیم. پس به همین علت زودتر می توانیم به زبان انگلیسی صحبت کنیم، ولی با ورودی خوب می توانیم خروجی بهتری داشته باشیم. با بهتر خواندن می توانیم بهتر نوشتن را به دست آوریم. هرچه بیشتر بخوانیم، بنویسیم و گوش کنیم، می توانیم بهتر صحبت کنیم. ورودی اینپوت، خواندن ریدینگ. حداقل روزی 5 لغت جدید در روز یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های یادگیری زبان انگلیسی ایجاد فلش کارت است. با نوشتن لغت بر روی یک طرف برگه و معنی آن همراه با مثال، در صورت امکان در طرف دیگر می توانید به مرور لغت‌های بسیاری یاد بگیرید. با یاد گرفتن حداقل 5 لغت در روز، شما در طی سال 1825 لغت در سال یاد خواهید گرفت، که اگر تعداد لغتی که باید هر فرد تحصیل کرده ای بداند 5000 تا 600 لغت باشد، شما طی چند سال می توانید سطح خواندن خود را به طور قابل توجهی ارتقا دهید. در ضمن انجام این کار وقت چندان زیادی نمی گیرد. بین 30 تا 40 دقیقه مدت زمان کافی برای یادگیری لغت از طریق فلش کارت است. گوش کردن listening. خوشبختانه به لطف اینترنت امروز امکاناتی همچون CD و فایل های صوتی بیش از پیش فراهم شده است. شما می توانید به پادکست های آموزش زبان گوش کنید و یا از طریق اینترنت به رادیوهای مختلف انگلیسی به زبان انگلیسی زبان دسترسی پیدا کنید. هدف از گوش کردن در انگلیسی شنیدن لغت های جدید با مثال های آن به روشی مؤثر و کارا است. هرچه بیشتر کلمه ای را بشنوید، بهتر می توانید از آن استفاده کنید. تا جایی که می توانید گوش کنید. می توانید هنگامی که در حال قدم زدن، لباس پوشیدن، دراز کشیدن و یا رانندگی هستید، به برنامه های رادیویی یا CD های آموزشی خوبی که در بازار وجود دارد گوش کنید. اگر می توانید هنگام به خواب رفتن، سعی کنید با صدای رادیو به خواب بروید و با صدای آن بلند شوید. یکی از خوبی‌های گوش کردن این است که لازم نیست تمامی دقت خود را صرف گوش کردن کنید. بسیاری از لغات ناخودآگاه در ذهن شما جای می‌گیرند و ملکه ذهن شما می‌شوند. خروجی output نوشتن writing. یک دفترچه برای خودتان تهیه کنید و حداقل روزی 500 کلمه خاطرات و یا نکاتی که دوست دارید در آن یادداشت کنید. با نوشتن در هر روز شما می توانید تمام چیزهایی که یاد گرفته اید را تقویت کنید. همچنین این کار باعث می شود صحبت چیزهایی را یاد گرفته اید را بفهمید. فرایند تمرکز کردن در هنگام نوشتن باعث می شود اطلاعاتی که در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد را منظم و مرتب سازید. درباره هر چیزی که می خواهید بنویسید، ولی سعی کنید از لغات و ساختار جدید استفاده کنید تا مهارت شما افزایش پیدا کند. صحبت کردن speaking. تا جایی که می توانید صحبت کنید. صحبت کردن و آواز خواندن یکی از مؤثرترین و کاراترین روش ممکن برای تقویت تلفظتان است. یادتان باشد که تمرین عالی به دست یابی به مهارت عالی کمک می کند. هنگام صحبت کردن ممکن است اشتباه‌های گرامری و تلفظی مختلفی از شما سر بزند، ولی نگران نباشید، چون که حتی خود انگلیسی زبانان که در حال صحبت کردن هستند این اشتباهات و خطاها را انجام می دهند. از اشتباه کردن در زبان انگلیسی نهراسید. نکته مهم این است که از خطاها و اشتباهاتان درس بگیرید و سعی کنید آنها را اصلاح کنید. من به شما این اطمینان را می دهم، در صورتی که این 4 مورد را طی 1 ماه انجام دهید، پیشرفت شگرفی در انگلیسی خود احساس خواهید کرد. رمز و راز خاصی برای یادگیری انگلیسی وجود ندارد. تنها تمرین و ممارست و اشتیاق است که می تواند انگلیسی شما را تقویت کند. افراد موفق کارایی هایی را انجام می دهند که افراد ناموفق میلی به انجام آنها ندارد. صمیمانه آرزوی موفقیت در سفری نامنتهاست برایتان آرزو می کنم. پایان.